آقای نیکباخت سلام، وقتتون بخیر. دیگه شما نیازی معرفی نداریم علی آقا، بدون این حاشیه و بدون این حرف اضافه میخوام بپردازیم به شرایط استقلال، شرایط خودتون و اینکه به عنوان اولین سال علی آقا کم پیدایین، صحبت کنید در مورد خودتون، در حال چه کاری هستین و آیا اینکه به فوتبال برمیخواهید یا شخه. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و عزیزانی که ورزش سر رو دنبال میکنن. خب ما دوست داریم که توی این فوتبال باشیم ولی به هر قیمتی نه، و امیدوارم که بتونیم واقعا توی این فوتبال مثمر ثمر باشیم، مثل خیلی از عزیزانی که اومدن توی فوتبال، خیلی از عزیزانی که الان از فوتبال دورن و دوست دارن توی این فوتبال باشن، ولی شرایطی نیستش که الان فکر میکنم ورود کنیم به این فوتبال. مطمئن باشید که خبرهای خوشی از فوتبالی هایی که قرار بیان توی فوتبال میشنویم و امیدوارم که ما هم جزوی از اون عزیزانی باشیم که توی فوتبال برمیگردن. الان جای گفته بودین که مدیران فوتبالی از آشنایی با آشنایی دیگر عوض میشن، یه توضیح در مورد این صحبت. ببین دقیقاً به نظر من همچی اتفاقی میفته، چون الان ما واقعا آدم هایی رو داریم که فوتبالی نیستن ولی توی فوتبال دارن تلاش میکنن، و به نظر من توی این فوتبال واقعا کسایی رو باید ورود کنن که فوتبالی باشن، مثل آقای دایی، مثل آقای کریمی، خیلی هایی که هستن که مثل آقای دادکان که بیرون گود هستن، ولی متاسفانه ما الان مدیرهایی رو میبینیم که فقط عشق شهرت رو دارن. واقعا این کلمه برازنده بعضی از مدیران هستش که فقط عشق شهرت رو دارن و فقط دنبال اینن که فقط حاشیه درست کنن واسه این تیم. چرا باید استقلال آرامش نداشته باشه؟ چرا باید تیمای دیگه آرامش نداشته باشن توی مدیریت؟ و متاسفانه این اتفاق توی فوتبال داره میفته، اتفاق قشنگی نیست. امیدوارم که کسایی توی فوتبال ورود کنن که بتونن به فوتبال کمک کنن، نه اینکه فوتبالی‌ها رو از فوتبال دور کنن. حضور آقای عزیز خادمون چطور عرض می‌کنه؟ ایشون گفته میشه اومدن که چنین مسئله‌ای رو این هموار کنن. ما امیدواریم که واقعا میگم آقای عزیز خادم حالا امتحانشون رو پس دادن توی تیم‌هایی که بودن، و امیدوارم که بتونن به این پیکره‌ای که واقعا مشکل داره، این کشتی که مشکل داره توی فوتبال، بتونن کمک کنن. به نظر من با این بدهی که فدراسیون فوتبال داره خیلی سخت ما دوباره بتونیم واقعا جون بگیریم، چون الان همه تیم‌ها دنبال اینن که بازسازی کنن تیمشون واسه جام جهانی، ولی ما هنوز دنبال اینیم که بدهی ویلموس رو بدیم، بدهی مربیایی که قبلا توی این تیم ملی یا تیم باشگاهیمون کار کردن رو بدیم، و این خیلی بده واسه یه مملکتی مثل مملکت ایرانی که واقعا ما فوتبال خیزیم. ما بازیکنایی رو داریم توی فوتبال که میتونیم واقعا به دنیا معرفی کنیم، کما اینکه داریم میبینیم چه بازیکنایی دارن تو سطح اول فوتبال دنیا بازی میکنن از ایران. صحبت از تیم ملی شد، بازی اخیر تیم ملی رو که حتما دنبال کردید، چطور دیدین اسکوچی؟ چون یه سری انتقاداتی هنوز وارده علیرغم نتایج خوبی که گرفته شده، نظرتون به اون بازیکن ملی پوش که سابقه خیلی خوبی هم داره؟ ببین ما الان 9 تا بازی کردیم با آقای اسکوچی، شاید خیلی ها باورشون شده تو 9 تا بازی 9 تا برد داشتیم، ولی به نظر من این یکی نقاط مثبتی هستش که واقعا ما به مربی اعتماد کردیم. من یادم که بعد از اینکه از گروه رفتیم بالا داشتن آقای اسکوچیشو بر می‌داشتن، ولی خب این که اعتماد شد و دوباره برگشتن و در کنارش مربیان ایرانی دارن کار میکنن، مثل آقای هاشمی که واقعا شخصیت بالایی دارن، به نظر من ما باید این تیم ملی رو حمایت کنیم. در کنار این حمایت باید یه کاری کنیم که نسلی که داره عوض میشه، حالا به قول معروف حالا ما نسل طلایی زیاد داشتیم، 98 نسل طلایی بود، 2002 نسل طلایی بود، و این نسل طلایی به نظر من بازیکنایی که هستن دارن تو اروپا بازیکن، بعد از این میخوایم چیکار کنیم؟ ما باید به بعد از اینم فکر کنیم، و امیدوارم که فدراسیون یه بتونه واقعا یه پیش زمینه ای درست کنه که بتونیم ما واقعا به تیم های پایه هم توجه ویژه داشته باشیم. و اینکه آقای نیکبخت، این نسلی که صحبت کردین خیلی هاشون الان لژیونر شدن، ما برگردیم به نسل شما، شاید بازیکنی با کیفیت شما الان باید موضوع در اروپا رو تجربه میکرد، هیچ وقت قسمت نشد، صحبت خیلی زیادی شد علی آقا. ببین شاید من هیچ موقع اشتباهاتمو گردن کسی نمیذارم، شاید اشتباه مقصر خودم بودم، زیاد مقصر حالا سر آدمهایی که دور و بر من بودن و آدمهایی که واقعا فقط به فکر منافع خودشون بودن این اتفاق افتاد، ولی به نظر من الان نسل اون نسل طلایی هستش که میبینیم بازیکنهای خوبی رو داریم پرورش دادیم و به اروپا معرفی کردیم. میگم بعد از این مهمه که بتونیم چه کسایی رو به فوتبال معرفی کنیم. ما الان به غیر از مثلا
چند تا تیمی که فقط به پایه هاشون توجه میکنن دیگه نداریم دقیقا. تیم هایی که به پایه توجه کنن که بیان از خود پایه به تیم بزرگسالشون تزریق کنن خیلی کم پیش میاد. ما بعد مثلا میگم میلیاردها تومان هزینه کنیم که یه بازیکن از یه تیم به یه تیم دیگه بیاد، این اشتباه است. شما مثلا به تیم بایر نگاه کنین، به تیم بارسلونا نگاه کنین، به تیم های رئال نگاه کنین، ببینید که از پایه هاشون بیشتر تزریق میکنن مگر اینکه مثلا ستاره ای باشن که مثلا خرید کنن. و این اتفاق باید توی ایران هم فکر میکنم اپیدمی بشه. اگه موافق باشین به استقلال بپردازیم. شرایط استقلال خوشو بهتر از من میدونید، وضعیت خوبی نداره، هوادارا به شدت گله‌مندن، وضعیت مدیریتی امروز هم که متاسفانه شنیدیم که تیمو نتونست راه ندادن به مجموعه انقلابی، خود داستان شد. شرایط استقلال شرایط پیچیده‌ایه. به نظر من این شرایط باید درست بشه، چه از مدیریت گرفته، از بالا گرفته، حالا در رأس کار مدیریت هستش که فکر می‌کنه الان ثباتی نداشته. در عرض یه سال 4 تا تیم عوض، 4 تا مدیر عامل عوض کردیم ما. این متأسفانه این بی‌ثباتی رو نشون میده توی باشگاه استقلال. امیدوارم یه پیش زمینه‌ای بشه که بتونیم واقعا ما یه مدیر عامل رو چند سال توی تیم داشته باشیم که بتونیم بیلان کاریشو ببینیم. ببینیم چه کاری انجام میده، چه کار میخواد انجام بده، چه کارهای انجام خواهد داد. اینجور نمیشه که یک ماه مدیر عامل بیاد بعد یک ماه دیگه باز دوباره جانشینشو بذارن. این اتفاق توی فوتبال ایران متاسفانه اپیدمی شده و آدمهایی میان توی فوتبال که فوتبالی نیستن. ما باید کسایی رو بیاریم توی فوتبال که بتونن به پیکره فوتبال کمک کنن. ما الان نداریم واقعا، حالا جز چند تا تیم صنعتی که واقعا تونستن سرمایه گذاری کنن و به تیمهاشون رو ترقی بدن، این اتفاق نیفتاده توی تیمهای دیگه. و خیلی از آدمهایی که میان توی تیمهای بزرگ فقط عشق اینو دارن که روی صندلی بشینه. متاسفانه این اتفاق افتاده. امیدوارم این از بین بره و آدم‌های بیان توی فوتبال که بتونیم واقعا ازشون استفاده کنیم. نقل و انتقالات استودیو ارزیابی می‌کنید. گفته میشه تیم‌های صنعتی خیلی به خرجی کردن. شما با این نظر موافقین که تیم‌های گلگوهر یا ببین الان گلگوهر شاید 3 سال اومده لیگ برتر، ولی به نظر من نتایج خیلی خوبی گرفته. تیم‌ها باید به سمت خصوصی سازی برن. به نظر من گلگوهر الان جزء تیم‌هایی هستش که هم پیشرفت خوبی داشته. شاید خیلی‌ها باور نمی‌کنن که گلگوهر با امیر قلعه‌ای بخواد مثلا به این رتبه‌ها برسه. شاید مثلا اتفاقاتی افتاد که میتونه حتی سهمیه بگیره. ولی به نظر من باید خصوصی سازی بشه. باید این تیم‌ها خصوصی سازی بشن و بتونن واقعا بتونیم واقعا کمک کنیم به این فوتبال. چرا نباید مثلا استقلال پرسپولیس خصوصی سازی بشه؟ چرا نباید این اتفاق بیفته که مثلا میگم تیم استقلال رو حالا مثلا به آدم‌هایی بدیم که فوتبالی باشه، نه مثلا زیر دو تا تیم مثلا دست وزارت ورزش باشه، حالا یه نفر میاد استقلالی یه نفر میاد پرسپولیسیه. این خیلی بده به نظر من و نمیتونیم رشدی توی باشگاه استقلال پرسپولیس داشته باشیم. آقای قلعه‌نویی شد، چون سالها با ایشون کار کردیم. آقای قلعه‌نویی کاپیتان تیمشون هم بودین، حضور ایشون رو تو گلگوهر چطور ارزیابی می‌کنین؟ خیلی اعتقاد دارن که شاید امیر قلعه‌نویی اگه میومد تو استقلال موفق بود، که هنوز طرفدارای خاص خودش رو داره ایشون. ببین امیرخان به نظر من بهترین گزینه رو گلگوهر انتخاب کرد، چون حالا میگم انتخابی که مربیا میکنن باید به انتخابشون احترام بذاریم. گلگوهر از نظر حالا اسم و رسم به نظر من تقریبا تونست تو خودش رو توی فوتبال ایران جا بندازه. حالا نه گلگوهر، تیم‌هایی که بودن که اومدن توی فوتبال ایران وقتی که خصوصی بودن تونستن خودشون جا بندازن. باید همه تیم‌ها این اتفاق براشون بیفته. گلگوهر هم واقعا فکر می‌کنم تا الان نتایجی رو گرفته که شاید مثلا هواداراشون اصلا انتظارش رو نداشتن. شاید میگم امسال هم میتونست حتی توی جام باشگاه سهمیه بگیره، ولی خب دیگه این اتفاق نیفتاد. امیدواریم حالا اتفاقات قشنگ واسه فوتبال ایران میفته، مخصوصا تیم‌هایی که الان صنعتی شدن و خصوصی شدن، و ما امیدواریم که فوتبال بیفته دست فوتبالی ها. و اینکه نقل و انتقالات استقلال، ما استقلال رو دیدیم که دوباره 9 تا بازیکنش رو از دست دادیم. این اتفاق عجیب نیستش. ببین این اتفاق عجیب نیستش. وقتی که میاد یه بازیکنی قرارداد می‌بنده و با آپشن قرارداد می‌بنده و باشگاه تامین مالی نمی‌کنه این بازیکن‌ها رو، من به نظرم به بازیکن باید حق داد. نه اینکه حالا مثلا چیز باشه، ولی قراردادهایی بسته میشه که فکر میکنم عرف نیستش.
مدیر عامل به وعده‌اش عمل نمی‌کنه ولی میاد در عوض بازیکنش جریمه می‌کنه به خاطر حالا بدرفتاری، به خاطر نمیدونم مصاحبه. همه این اتفاق توی دنیا میفته، ولی خب شما نمیتونی، شما باید اول به تعهدات عمل کنی بعد از بازیکن خواستت رو بخوای. به نظر من این اتفاق توی استقلال نمیفته و واسه همین راحت بازیکن از دست میده. آخرین بازی استقلال علی هلال رو حتما دیدید. اون بازی خب استقلال دوران شما مقابل علی هلال چهره بهتری داشت. ببین بازی استقلال به نظر من چون این همه بازیکن از دست داد، به نظر من باز هم آبرومندانه بازی کرد. ما نمیتونیم از استقلالی که این همه بازیکن از دست داده توقعی داشته باشیم و امیدوارم که این ثبات شخصیتی، ثبات تیمی، ثبات مدیریتی توی استقلال برگرده. مطمئن باشید اگر به یه مربی بها بدی، دو سال سه سال بهش وقت بدی، مطمئنن میتونه تمام اون فکر و ذکرش رو واسه تیمش بزنه. نه اینکه بخواد همش بترسه از اینکه فردا برش میدارن، پس فردا برش میدارن. این واسه مربی خوشایند نیست. برای مجری تمرکز کافی میمونه برای اینکه به تیمش بپردازه. این همه مشکل واقعا با این شرایط واقعا برای نه برای آقای مجید، هر کسی که اومد توی مربیگری توی استقلال به نظر من مشکلاتی به وجود اومد توی استقلال براش و با مدیریت به مشکل خورد. این خب سمه واسه یه مربی که بخواد به جایی که به تیمش بپردازه باید به مشکلات بازیکنش بپردازه. این وظیفه مربی نیستش که بخواد تأمین مالی کنه واسه بازیکنش یا تأمین حالا زندگی، امرار معاش بازیکن. بازیکن فقط از راه فوتبال داره پول در میاره، هر چقدر هم بگیره نوش جونش حلال این پول. ولی خب به نظر من چون خودم فوتبالیست بودم، نصف این پول‌ها صرف جریمه ها میشه، صرف مالیات میشه و به نظر من این درست نیستش. باید یه فکر اساسی واسه فوتبال جایی گفته بودین استقلال تنهاست هستش. مدیر ببین الان فراد مجدی هم مدیر عامل هم مربی هم باید مراقب بازیکنش باشه. این درست نیست. گفتم باید مربی فقط تمرکز رو توی بازی بذاره، نه اینکه بیاد ببینه شب بازی مثلا حکم جلب بازیکنش آوردن که بخواد چیز کنه. و امیدوارم که این فوتبال درست بشه. و اینکه خیلی خستتون نمی کنیم علی آقا، اینکه میخوام یه ارزیابی داشته باشیم به عنوان سوال آخر، شاید در مورد دیگه فصل بعد آیا این استقلال میتونه انتظارات هواداران رو به جا بیاره؟ اگر بذارن این استقلال کارشو بکنه و بازیکنایی که مد نظر مربی هستش بگیرن، چون به نظر من حالا اون مد نظرش مربی شاید مثلا 10 تا اس دو تا مثلا اتفاق افتاده، اگر این اتفاق بیفته مطمئنن که استقلال همیشه تونسته خودشو به ثبات برسونه و الان هم که میبینین حالا این مشکلات هستش و همیشه توی فوتبال ایران متاسفانه گفتم این مشکلات بوده، ولی اگر بتونن واقعا این ثبات واسه مربی ایجاد کنن که موندگار هستش، مطمئنه استقلال نتشه. صحبت خاصی به هواداران دارین علی آقا؟ تو فضای مجازی یه خود چند دستگی ایجاد شده قدیم... ببینین من میگم استقلال باید یه پیشکسوت، یه تیم پیشکسوت داشته باشه. همه پیشکسوت‌ها اگر مشکلی هم با سرمربی تیم دارن، لطفاً تلفنشون رو بردارن زنگ بزنن بشه آقا من مشکل، نه اینکه بیان فضا رو رسانه‌ای کنن و بگن آقا مثلا ما تو رسانه‌ها صحبت کرد. این به نظر من هیچ کمکی واسه استقلال نمی‌کنه و بیشتر حاشیه درست می‌کنه. سهم‌خواه نباشیم، همین. فقط من همین رو خواستم. نکته آخر گرس میشنم. تشکر میکنم از شما و عزیزانی که این مسابقه رو گوش. قربون شما، موفق باشید. منتظر ورودتون باشیم به فوتبال. انشالله.